با احترام و با افتخار همراه شما هستیم در این سحر بسیار نورانی و خیلی خوشحالیم که توفیق همراهی شما رو داریم. از لطف و محبت همتون هم صمیمانه سپاسگزاریم. 20330 شماره پیامک ماست. حالا منتظر و مترصد فرصتی هستم که بتونم پیامکاتون رو بخونم، ولی به دلیل فشردگی برنامه‌هامون شاید یه وقتایی تعلل بکنیم یا وقتی به تأخیر بیفته، ولی حتما پیامکاتون رو خواهیم خون ان شاء الله. حاجا کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، سحرتون بخیر، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. عرض ادب و احترام دارم محضر شما و همه بینندگان عزیز. خداوند به شما و همه این عزیزان قوت بده و اخلاص نشه. سلامت باشید ان شاء الله، چه دعای خوبی. خیلی خوب، امروز می‌خوایم راجع به امیرالمؤمنین صحبت بکنیم و این نعمت بزرگ ولایت که ان شاء الله هممون قدردانش هستیم و شاکر خدای متعال. امروز که سحر هشتم، تا الان هم شما متوجه شدید محور برنامه ما امروز و رنگ و بوی برنامه امروز ما امام رضایی، الحمدلله خدمتتون هستیم و با احترام بحثتون رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما که ما چون وقتمون خیلی محدوده و حرف زیاده، برای اینکه عزیزان بحث از دستشون در نره، من این شبها از اسم آدرس ها رو که خیلی متعدده نمیبرم، ولی یکی از اساتید بزرگوار دستور دادن حداقل شب یک کتاب و اسم ببر. خیلی خوب، رضا ان شاء الله بحث اصلیمون رو امشب از کتاب عیون اخبار رضا سلام الله علیه عرض می‌کنه. به یه دریای واسه خودش عیون اخبار رو، اگه خودش یه رب بی فرصت داشتیم راجع اهمیت خود کتاب حرف زیاده، البته برای متخصصین بهتر. عرض می‌کنم محضر شما که چیزی که می‌خوام محضر شما عرض کنم اینه که امام رضا سلام الله علیه برای امامت امیرالمؤمنین چگونه جامعه را آماده کرده. امام رضا خودشو خرج اثبات و تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرد، شخصیت مبارک خودش. لذا یه مقدمه مختصری عرض میکنم که فضا رو عرض کنم. بعد از این که غدیر اتفاق افتاد در سال 10 هجری و رسول خدا به رحمت خدا رفتن و اتفاقاتی افتاد دیگه، بعد از این واقعه علنن عمومی در بین همه اقشار مردم امامت اهل بیت رسمی زیاد معرفی نمیشد، چون خفقانی که به وجود اومده بود و کشتارهایی که میشد و شرایطی که بود و به گونه ای بود که مثلا فرض کنید یه روزی جابر ابن عبدالله انصاری وقتی داشت رفت میشد، دید یه آقازاده ایه، دید چقدر شبیه پیغمبر اکرمه، جلوی در خونه امام سجاد نشست و آقازاده 4-5 ساله چقدر شما شبیه پیغمبری تا الان ندیده بود، با اینکه با امام سجاد سلام الله علیه خیلی ارتباطش خوب بود. اسم شما چیه؟ اسمشون خب امام باقر سلام الله علیه، اسمشون محمد، فرمود محمد کوچیکم وزارن او انتل باقر. تا در آغوش گرفت سری خادما بردن آقا رو تو و امام سجاد سلام الله علیه، فرمود که خون تو ریختن، چرا این خادما حواسشون نبود، چرا تو خیابون تو رو تحویل گرفت؟ یعنی شرایط به گونه‌ای بود که امکان نداشت خیلی چیزا مطرح بشه. ما بعد از غدیر دیگه اینجوری رسما در انظار عمومی امامت ائمه بیان بشه نداریم. حتی خیلی از شیعیان تعداد امامان نمیدونستن چند تاست، حتما 12 تاست، چون اگر میدونستن آدرس دقیق معلوم بود کشته میشدن و دردسر ایجاد و دردسر میشد. خیلی همینجا سخن زیاد. غدیر دومی که در بین ائمه رسما اتفاق افتاد و پرده برداری از مسئله امامت شد به صورت علنی، که فرصت دیگری میخواد که من بگم زمینه هاش چه شد که این فضا فراهم شد، این بود که مأمون میخواست امام رضا سلام الله علیه و بیاره خراسان، چون خودش ایرانی بود، این همون بحثای قبیله گرایانه. مأمون مادرش ایرانی بود، بنی عباس عرب بودن، اینو حسابش نمیکردن، برادرش امینو دوست داشتن حاکم بشه. مأمون برای اینکه فشار بیاره به بنی عباس که منو به رسمیت بشناسید، امام رضا سال یکی از دلایل امام رضا سلام الله علیه برد به اجبار خراسان و شروع کرد تبلیغ امام رضا. برای چی؟ برای اینکه اگر منو به رسمیت نشناسید، امام رضا بعد از من میشه ولیعت و حکومت از دست بنی عباس میره دست بنی هاشم که اونا حساس بشن. و لذا وقتی مأمون رو به امام حکومت پذیرفت بنی عباس، و مأمون از خراسان در واقع حاکم جهان اسلام نیست از نظر اون فضای فکری، وقتی میاد در حجاز و بعدم عراق، اینجا که مستقر میشه میشه حاکم رسمی در واقع، دیگه اینجا بحث از ترویج اهل بیت نیست. یعنی کسی اونجا روش حساب باز نمی‌کنه. بله بله همینطور.
چرا؟ چون مادرش بالاخره کنیز ایرانی بود، هم بحثایی که مشابه پیش گفته. بله فهمید. لذا او امام رضا رو میخواست ترویج کنه، یکی از دلایل که اونها رو تحت فشار قرار بده. برای همین که یکم فضا باز بود، طبیعتا خود مأمون هم مناظره میکرد در اثبات امامت امیرالمومنین، فضا فراهم میخواست بشه. امام رضا سلام الله علیه اومدن در نیشابور، 80,000 نفر ایستاده بودن. نه اینی که اینا حدیث نشینده بودن، اسامی بعضیاشون که هست، من اسم میبرم که ذهن عزیزان درگیر اسامی خاص نشه، بله، از بحث خارج بشن. اینا میخواستن فرزند پیغمبر براشون روایت بگه، یعنی مدن گفتن آقا تیمنن تبرکن یه روایت بگید، یعنی با این نگاه. اوضاع عوض شده بود، امام چهارم و پنجم و ششم ما به شدت تلاش کرده بودن که یه خورده شخصیت اهل بیت و جامعه که فراموش کرده بشناسه، ولی در خفقان. اینجا امام رضا سلام الله علیه اون روایت معروف کلمت لا اله الا الله حسنی رو فرمودن، همه در اون فضای رسانه‌ای عجیب که دیگه همه ساکتن و این آقا چی می‌فرماد، پرده رو کنار زدن، دوباره زدن کنار، دوباره برداشتن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این قدیر دومه. به به، یعنی بعد مأمون چه کنه؟ اصلا مأمون خودش به چه دلیل امام رضا رو ورده به این ادعا که این آقا بیاد ولیعهد من بشه؟ حتی اول میگفت آقا قبول کنه حاکم بشه به دروغ. تو این شرایط امام رضا سلام الله علیه یه مسئله مطرح کرد. مأمون برای اینکه امام رضا رو ترویج کنه، اول کار بنی عباس رو تحت فشار قرار بده. بعدن که دیگه بنی عباس بنده های خدا میگفتن آقا بس دیگه ما حاضریم، اینجا دیگه نمیدونست امام رضا چجوری جلوشو بگیره، مناظراتی شکل گرفت. تو این مناظرات امام از همه چی، از هر دری، با صابئان و یهود و فلان بحث میشد تا رسید به بحث امامت. امام رضا سلام الله علیه شروع کردن به بیان روایات راجع به امامت، این بار صریح‌تر و در فضای عمومی، یعنی یک هوشمندی که باعث شد از تمام اون فرصت‌ها حضرت استفاده بکنه. بعد مناسک ساختن که عرض خواهم کرد آخر بحث. این کتاب بسیار شریف و اون اخبار رضا، من یه روایت، دو سه تا روایتی رو پشت سر می‌خونم، کاملا فضاسازی دست عزیزان ما میاد که امام رضا چگونه و آرام آرام از اون فضایی که حق با کیست، چرا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، دیگران بر حق بودن یا نبودن. خب خیلی فضا حساسه. چه اتفاقی افتاد ما به اینجا رسیدیم؟ خب حضرت هم شخصیت سیاسی ولیعهد، خیلی راجع به هر چیزی هم صریح نمیتونه صحبت کنه. دقیقاً این امروز که من در رسانه خیلی باید کنترل کنم خودمو، هر حرفی نزنم، مسائل اختلافی مطرح نشه، دقیقاً میخوام بینندگان ما بدونن این شرایط برای حضرت رضا است، چون حضرت به عنوان ولیعهد داره صحبت میکنه، جامعه میشناستش. اینجا حضرت شروع کردن اول معرفی مقام امام، چون تا قبل از این، بعد از پیغمبر اکرم، جامعه اسلامی دیگه امام هادی هدایتگر نمیشناسه. گفته هر کسی حاکم شد، هر کسی زورش رسید، این دیگه حاکمه، ولو فاسق ترین فرد روی زمین باشه. امروز در عربستان هم همین رو تدریس میکنن، میگن قاتل اولیاء خدا و فاسق ترین فرد روی زمین اگر زورش رسید، حکومت رو به دست گرفت، همه وظیفه شرعیشون اطاعت، میتونی بیا حاکم شو. بله، دقیقا میگن سه روش میشه به حکومت رسید، سومین روش قهر و غلبه است. حالا دیگه من نمیگم یعنی قانون کجا، عرض کنم این فضا فراهم بود و شما میبینید یزید میشه امیرالمؤمنین، ولید اموی که به قرآن تیر میندازه میشه امیرالمؤمنین معاذ الله، و اینا بر منبر پیغمبر میشینن، نماز اول وقت اینا امامت میکنن، خطبه جمعه میخونن، قاضی عزل و نصر میکنن، بعد در حوض شراب هم شنا میکنن و یعنی اصلا هدایت از بین رفته. کسی از اینا توقع هدایت نداره، اصلا مفهوم امامت از بین رفته. لذا امام رضا سلام الله علیه اول مفهوم، نمیخوام بگم ائمه قبلی این کارو نفرمودن، ولی امام رضا در این فضای رسانه‌ای در تریبون خود اون جریان این اهمیت داره. بله، یعنی در واقع در خانه دشمن، در فضای رسمی که همه این مناظره ها رو رصد میکردن، یا گفتگوها رو، یا رفت آمده امام رضا رو، اینجا حضرت، یعنی آقای کاشانی میخوام بگن که یک تریبونی در اختیار امام رضا قرار گرفت، از اون شخصیت حقوقی خودشون استفاده کردن و این رو رسانه‌ایش کردن، با این حال که خیلی هم محتاط بودن که فضا خیلی به سمت مسائلی نره که ذهن ها در واقع درگیر بشه. حضرت فرمودن للامامه علامات، و متاسفانه من همین الان هم همشو نمیتونم در سیما بخونم، یعنی توضیح میخواد و من نگرانم که مثلا تلفن ها شروع بشه به زنگ زدن، یعنی ظرفیتش نباشه. خلاصه میخوام عرض کنم که انقدر امیرالمومنین مظلومه که من اینجا هم مجبورم سانسور کنم، خدا انصراف میکنه.
حالا من چند تاشو کوچیکاشو میگم شما. بله. امام بالاتر از این فرمود، امام علامتایی داره. حالا امام وقتی حضرت میفرمود اینا تو ذهنشون کی میاد؟ یزید و هارون و ولید و مروان و اینا. خود من وقتی حضرت برای امام علامات میگه نگاه میکنم اینا دارن یا ندارن؟ ندارن. پس معلومه امام اینا رو امام جامعه وقتی میگه امام یعنی رئیس حکومت. للامام علامات چیه؟ یکونو اعلم الناس، داناترین، دیگه من عربیاشو نمیخونم، حکیمترین، با تقواترین، بردبارترین، شجاعترین، سخیترین، عابدترین. عجیبه. مختون به دنیا میاد، مطهر است، پشت سرش را میبیند، روحش اعاته داره و خیلی هاشم نمیتونم عرض کنم چون توضیح زیاد داره. کم ما گفتیم از امیرالمومنین انقدر که من واقعیتش نگرانم بدون توضیح بتونم بعضی جملاتو بگم. میریم جلوتر، یعنی خود این سخنان حضرت رضا سلام الله علیه سوال درست میکنه که کیو داره میگه دقیقا؟ بعد امروز امام کیه؟ قبلا امام کی بود؟ این مصداقش رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ یعنی خلفای قبلی که ما میگفتیم امام که اینجوری نبودن، بعد از پیغمبر کیا اینطوری بودن؟ بلد بودن. ما خلفای بعد از پیغمبر داریم 12 سال طول کشیده از رو سوره بقره یاد گرفتن تازه روش بخونن. خب این علمه، اینا رو داره میگه امام رضا. اگه نمیگه کیا رو میگه؟ یعنی اینا رو قبول، یعنی فضای فکری جامعه رو زلزله ایجاد میکنه. حالا یه سوال، واقعا بعد از صحبت های امام رضا تمام ذهن ها و تمام نگاه ها رفت به سمت امیرالمومنین یا نه با جامعه تو همون جهل خودش مون؟ ببینید نکتهش اینجاست که چون من فرض وقتمون محدوده فقط یه کد میدم، اگه خواستید میشه اینو بعدا تو شبای بعد بحث کنیم. ما میبینیم که ائمه ابتدایی ما خیلی محترمن نزد بعضی فرق، هرچی به سمت امام رضا و بعد از امام رضا میریم بی ادبی بیشتر میشه. یعنی هرچه روشنگری میشه دشمنم صریح در عمل میکنه. من بیکار نمیشینم. اینو به شما عرض میکنم که دانشمندان درجه اول غیر شیعه نمونه داریم که میگه من هر وقت گرفتار میشدم میرفتم قبر علی ابن موسی رضا رو زیارت میکردم و حاجتم برآورده میشد، و کسانی داریم که گفتن معاذ الله و دروغ میگه. یعنی وقتی شما وارد این فضای درگیری میشید او هم دشنام میده. همه دشنام نمیدن ولی بالاخره درگیری صورت میگیره. و عرض کنم امام داره فضا ایجاد میکنه که واقعا داره این ظرف فکری اینا رو یه تکونی میده که این در واقع ببینی اوضاع چی میشه دیگه. آقا چی میفرمایید؟ حضرت میفرماد که ان الامامه اجل و قدرن، امامت قدرش جلیلتر و عظیمتر از اونه که به هر کسی برسه. اعظم و شعنن، شعنش عظیمتره، جایگاهش بالاتره. هم میگن ما که تا حالا هر کی کودتا میکرد میشد حاکم، ما بعد مقابلش سجده میکردیم، دستشو میبوسیدیم، رئیس اینا انگار یه کسی. بعد اونم امام رضایی که در اون مناظرات انقدر قدرتمند وارد شده که همه شکست خوردن. بعد از این که نمونه زیاده و من فرصتمون کمه، وسط این بحث که امام داره فضای حقوقی امامت رو مطرح میکنه نگاه کنید چه کرده، یعنی گل رو چه جوری زده. حضرت فرمود ان الامامه، امامت یا منزله الانبیا، امامت جایگاه انبیاء خداست. چی یزید یعنی؟ یا دیگران وارث الاوصیا، ان الامامه خلافت الله عز و جل، خلافت خداست. میبینید فضا کلن حقوقیه، یهو برابر میگردونه میفرماد و مقام امیر المومنین. اینایی که من گفتم مقام امیر المومنینه و میراث الحسن و الحسین، اینم ادامه شه، میراث حسن و حسینه، یعنی ادامه داره، یعنی امروزم هست. یعنی حضرت هم روشنگری میکنه تو فضای حقوقی امامتی هست با این شرایط و بیرون از حتی فضای شیعه، بعد ناگهان برمیگرده میفهمه این منزلت و جایگاه مال امیرالمومنینه. طبیعتا خیلی اتفاقات گذشته رو اینجا معنا میکنه. یه جمله دیگه عرض کنم، فرصت خیلی کمه. این فقط کار تئوریک حضرت نیست، حضرت کنار این عید قدیر رو رسما جشن میگیره، هدیه میده، یعنی آداب درست میکنه برای عید قدیر. به هم لبخند بزنید، اینا هم میراث امام رضاست، همدیگر رو ببوسید، به هم تبریک بگی، با لبخند با هم صحبت کنید. میخوای هدیه برای همسرت بخری روز عید قدیر بخر، میخوای کادو به فرزندت بده روز، میخوای غذای خاصی بدی روز قدیر، روی عقد اخوت ببندید و اصلا این روز رو برید به اون سمتی که شعر در مدح امیرالمومنین بگید، عرض کنم به هم هدیه بدید،
از معصومین داریم کسی که یک وعده غذا بده. من همیشه شوخی میکنم توی جلسات مذهبی، میگم آقا اگه غذا هم بلد نیستی درست کنی، زنگ بزنید ساندویچ سرکوچه همبرگر بدید به همسایه. میفرماد انگار به 1,000,000 نفر غذا دادی. چرا؟ برای این که عملا همه مردم بیان تو صحنه و معلوم بشه چقدر آدم میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و ما سر سفره امام رضا ایم از این جهت و نمیدونیم چجوری از حضرت تشکر کنیم. خیلی خوب، همون امام رضایی که امام رو برای ما معرفی کردن که امام یه پدر مهربانه برای شما و اون عطوفتی که آجای کاشانی تو شبهای قبل گفتم به نظرم اوج اون رعفت و رحمت واسعه حضرات معصومین علیهم السلام رو میشه در وجود امام به نظاره نشست. خیلی ازتون ممنونم، خدا حفظتون بکنه. من واقعا آرزوی قلبیمه که یه فرصتی انشالله مفصل خدمت آجای کاشانی باشیم. تسلطشون به مباحث تاریخی به نظرم برای خیلی از ماها یک درس موندگاره. این مژدرم به شما بدم. ما دیشب که بحث از پریشب در واقع بحث افطاری ساده رو که مطرح کردیم برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر، یه کد دستوری ساده است، دوستانمون میتونن شماره گیری بکنن، یه شماره کارتیه میتونن مشارکت بکنن. برای هر وعده افطاری حداقل 5000 تومان دوستانمون در نظر گرفتن، دوستان خوب عزیز و شریف کمیته امداد حضرت امام. تا امروز و تا امشب 250,000,000 تومان دوستانمون مشارکت کردن تو این برنامه. میکنم عاشقان امام رضا در ایران، با اینکه ما شایسته نیستیم از طرف امام، برای اینکه بگیم آقا ما کلاف آوردیم سر کوی دوستداران شما، به نیابت از امام رضا ان شاء الله این کار ان شاء الله که این گره بخوره و اجر کارمون بیشتر و بیشتر بشه. خیلی ازتون ممنونم و متشکرم. همچنان با ماه من از شبکه سه سیما در سحر هشتمین روز ماه مبارک رمضان همراه شما و در کنار شما، دلمون رو جلا بدیم به مناجات و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.